سلام و همه دوستان عزیز با یک آپدیت تحلیل از طلا و اونس جهانی در خدمت و شما هستیم میخوایم ما هم دیگه یه بررسی داشته باشیم ببینیم که طلا که رو عدد دو میلیون و سی و یک هزار تومن داره نوسان میکنه میتونه در حال حاضر باز هم مناسب سرمایه‌گذاری باشه و بتونیم ازش خریدی رو انجام بدیم یا نه که امروز میخوایم به صورت کامل بررسی کنیم حتما تا کامل نگاه کنید لایک کردن ویدیو طبق معمول فراموش نشه نظرتون رو بندازید پایین که کدوم یکی از ارزها میتونه مناسب سرمایه‌گذاری باشه دلار طلا سکه یا بازار کریپتوکارنسی کلا یه نظر کلی رو بدید و اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب داشته باشید که از ویدیوهای آینده بتونید سریعتر با خبر بشی خب بریم شروع کنیم در حال حاضر قیمت فعلی گلد رو اگر نگاه کنیم طلا 18 هزار 2 میلیون و دو هزار تومن هستش و از سعودی بوده نسبت به دیروز همراه با دلار روند سعودی رو داشته و یه افزایشی رو ما داشتیم از دو میلیون و 300 هزار تومن هفتاد هزار تا حالا اومده بالاتر ولی این عدد ها مثلا هفتاد هزار تا نمیدونم هشتاد هزار تا خیلی عدد کوچیکی از تن ما انتظار داریم که مثلا یه دفعه 500 هزار تومن بیاد روی قیمت طلا بذاره و یه افزایشی رو داشته باشه که حالا جلوتر بهتون تکنیکالی بیشتر توضیح میدم یه نکته ای که وجود وجود به خرید طلا من همیشه گفتم که اگر میخواین طلایی رو خریدن انجام بدید حالا بهتر هستش نظر شخصی خودم اینه که بهتره که شما طلای آب شده خریداری کنید که بهترین نوع سرمایه گذاری همین طلای آب شده هستش سریع هم بچه پول میشه یعنی شما میرید اگر که ازش خرید انجام میدید اگر دوباره بخوایم بفروشی یا به فکر فروش باشه که به نظر شخصی خودم توی این دوران توی این وضعیتی که وجود داره نباید ما فروشی رو انجام بدیم چه ارز باشه چه کریپتو باشه چه هر رمز عرضی که باشه به نظر من سرمایه گذاری کردم و نگهداریش میتونه بهترین نتیجه رو بهمون برسونه و فروش یکی از اشتباه روحات هستش توی این دوران حالا هر اگر یه کسی اگر بخواد بفروشه طلای آب شده میتونه مناسب باشه برای ما که یه سرمایه گذاری بلند مدتی رو روش بیایم انجام بدیم که این خیلی مهم هستش نکاتی که وجود داره همین طلای آب شده هستش سعی کنید که از جایی بسیار هم خرید انجام بدید و از لاز قیمتی هم که جلوتر بررسی میکنم و بهتون میگم از لازه تکنیکال ما بریم یه سری به اونس جهانی بزنیم و وضعیتش رو بررسی کنیم همونطور که میدونید دو تا میار اصلی که باعث میشه قیمت طلا افزایش پیدا کنه داخل ایران یکی دلار خودمون هستش که توسط حالا برخی کنترل میشه و یکی هم اونس جهانی هستش که الان 1939 دلار هستش این دوتا تاثیر میذارن روی قیمت اونس جهانی ولی بیشترین تاثیر رو دلار میذاره این رو دیگه خودمون میدونیم ولی در کل مثلا دلار رو عدد 5000 تومان باشه ثابت خودش نگهداره از این ور اگر اونس جهانی افزایشی باشه که همین هم اتفاق افتاده کمتر رشد میکنه میبینیم که ببین اونس جهانی از روی 1888 یه برخواستی داشته رفته به سمت بالا خب این درسته چه اتفاقی افتاده طلا رو نگاه کنیم خیلی کم رشد کرده ولی دلار در این چند ساعت گذشته در روز گذشته که افزایشی داشته 70 هزار اومده انداخته روی خودش ولی در کل اونس جهانی هم تأثیر گذار هستش تاثیر میذاره روی قیمت طلای خودمون که این هم خیلی خیلی مهمه از این ور اگر یه تحلیلی من خیلی مختصر روی اونس جهانی داشته باشیم و بررسی کنیم اونس جهانی در حال حاضر 1939 داره نوسان میکنه درسته این عددی که اینجا وجود داره الان توی تایم فریم روزانه هستیم چیز خاصی ما از لحاظ نمودار توی تایم فریم روزانه نمیبینیم چون که تحلیلی واسهش دیگه خیلی وجود نداری یه تایم بریم بالاتر تایم فریم هفتگی توی تایم فریم هفتگی بهتر میشه تحلیل انجام داد ببین ما از اینجا چند هستش یه درصد بگیریم چیزی حدود هزار و 120 روز داره میگذره که نزدیک. از سال 2000 تا 2020 به بعد و صدای 2020 که یه سخفی رو داشت تا 2023 که داره رد میشه ببین یه سال دو سال سه سال سه و نیم سال هستش که ما هنوز از این سقف خودمون بالاتر نرفتیم هی hey, میاد بهش شدو میزنه ولی برمیگرده ببین سقفش هم کاملا مشخص عدد 2078 و و دلار دو هستش که هنوز این عدد ازش فراتر نرفته ولی یه نکته ای که وجود داره بار دیگه هم بیاد برسه به این عدد که بار چهارم میشه داخل اونس جهانی اینو مطمئن باشید که از این عدد فراتر خواهد رفت دیگه چون که اینجا اوردرها رو جمع کردن اینجا اوردرها رو جمع کردن اینجا جمع کردن دیگه بار چهارمی وجود نداره اگر برسه به این عدد بدون هیچ ایست و توقفی شاید مثلا یه روز دو روز اونجا بمونه ولی سریع برمیگرده از اینجا رد میشه و این مقاومت چند ساله خودش رو که یه دیواری واسه خودش هستش رو خیلی سریع میاد میشکنه و از اون فراتر خواهد رفت که خیلی مهم هستش ولی الان چه اتفاقی میفته الان ما ببین اینجا چند تا کف داریم واسه خودمون دیگه از این کف خودمون فاصله گرفتیم یکی رو عدد چنده 1810 یکی رو عدد 1640 هست. فاصلهشون فاصله شون رو نگاه کنی ببین 6 درصد اینجا است 15 درصد اینجا هستش خب ولی ما داخل روند سعودی هستیم من کلن از اینجا به بعد رو حساب نمی کنم. ببین از اینجا رو اینجا رو دیگه حساب نمی میام از اینجا به بعد رو حساب می کنم. ما می بینیم که از اینجا خب یه کف داشتیم خب یه کف اینجا وجود داشته رفته به سمت بالا یه کف دیگه اینجا رفته به سمت بالا یه کف دیگه اینجا یه سقف این بالا داشتیم یه سقف این بالا داشتیم یه سقف هم این بالا داشتیم یعنی کلا وارد یه روند سودی شده داره سقف و کف واسه خودش تشکیل میده و یه کندل این و بعد باز هم میزنه رو به بالا حرکت میکنه الان هم همون تکرار شده داخل اونس جهانی ببین یه دونه کندل اینگولفینگ داریم مثل اینجا یه کندل اینگولفینگ حالا این کندله یه شدوی بلندی داشته ولی خیلی سریع استاب هاند کرده و برگشته به سمت بالا اینجا هم همین اتفاق افتاده یه اینگولفینگ داشتیم کندل بعدی اینجا استارت زده و داره روبه بالا حرکت میکنه خب یه روبه به بالایی رو داریم یعنی استارت کف خودش رو اینجا تشکیل داده و دیگه باید روبه بالا بیاد حرکت کنه پس انتظار سعودی بودن اونس جهانی تا عدد 2000 دو هزار دلار رو میتونیم داشته باشیم این اتفاق میتونه بیفته ولی حالا یه فاصله زیادی داره که این میتونه مثلا شاید یه ماه دیگه باشه دو ماه دیگه باشه سه ماه دیگه باشه و طولانی باشه ولی در کل روند اونز جهانی سعودی هستش پس از این ور از لازم اونسه جهانی ما مطمئن هستیم که روندش مثبت یه معیار مثبت دونستیم برگردیم روی نمودار خود طلا رو بررسی کنیم طلا دو میلیون هزار تومن هستش درسته ما یکی از معیارها گفتیم بهتون که دو تا معیار وجود داره که قیمت طلا رو میاد تکون میده اولین معیار اونس جهانی هستش دومی میار دلار هستش که آپدیت تحلیل دلار رو هم ویدیو قبل گذاشتم اگر ندیدید برید حتما نگاه کنید که دیگه خودتون باید این دوتا تکنیک رو که بهتون گفتم معیارها رو بررسی کردیم دلار رو هم برید نگاه کنید متوجه بشید که الان طلا مناسب خرید هستش مناسب سرمگذاری هستش یا نه که دیگه ما نمیتونیم بیایم سیگنال مستقیم بدیم یا باید غیر مستقیم بدیم یا خیلی هم بخوایم بگیم بهتون اون یک چولو مستقیم تر باشه این خیلی مهمه طلا رو پس الان قیمتش که داره رو روی این محدود نوسان میکنه زیر نظر میتونیم داشته باشیم و وضعیتش رو بررسی کنیم دلار رو هم که آپدیت تحلیلش رو گذاشتم اگر اون ویدیو رو ندیدید برید حتما نگاه کنید که خیلی مهم هستش اون ویدیو هم و به دردتون میخوره از این من به سکه هم که صحبت کردم راجع به اینم بگم بهتون طلا دلار سکه کدوم یکی مناسب سرمایه‌گذاری هستش بچه ها رتبه بندی اگر بخوایم داشته باشیم دلار اولینه دومی طلا هستش سومی سکه چهارمی میتونه کریپتوکارنسی باشه از لحاظ درصد سود و ریسکی که دارن پس دلار ریسکش کمتره دلار ریسکش کمتر از طلا هستش، طلا ریسکش کمتر از سکه هستش، سکه ریسکش کمتر از کریپتوکارنسی هستش. دیگه فکر کنم بهتر متوجه بشید ولی سکه یه فرقی که داره بین تمام حالا، بازار و کالایی که وجود داره و میشه سرمایه گذاری انجام داد اگر ترید کردن بلد هستید مثلا از خود سکه امامی که الان 28 میلیون و 400 داره نوسان میکنه میشه نوسان گرفت مثلا یه دفعه 400 هزار تا میاره بالا یا مثلا یه میلیون تغییر داره چون که قیمتش زیاد هستش نوسانش بسیار بالا هستش ولی چون که ریسک بالایی رو داره و حباب خیلی زیادی داره مثلا دیگه نیم سکه رو نگاه کنی 15 میلیون و 200 نیم سکه و از این ور مثلا روب سکر رو نگاه کنیم 10 میلیونه روب سکه قیمت واقعیش بچه دو میلیونه سه میلیونه نه دیگه بیا 10 میلیون بشه پس یه 3-4 میلیونی از این ور ما حباب داریم حتی روی روب سکه از این ور روی نیم سکه شاید یه 5 میلیونی ما حباب داشته باشیم روی امامی شاید یه 8 میلیون یه 9 میلیون یه 10 میلیون ما روب حباب داشته باشیم که این حبابا هنوز نترکیدن حالا این حباب میتونه تا سال آینده بترکه شاید مثلا ترکیدنی اتفاق نیفته چون که ما توی این وضعیتی که داریم در حال حاضر ندیدیم که یک کالایی حبابش بتره که همیشه رو به بالا بوده همیشه رو بالا حرکت کرده ولی چون که مثلا خودم شخصا خودم رو دارم میگم ریسک کمتری رو میپردازم و همیشه ریسک کمتری رو نگاه میکنم بهش سعی میکنم که روی کالاها و رمزارزها و بازاری سرمایه گذاری کنم که ریسکش کمتر باشه و بازدهی بسیار خوب رو توی کمترین زمان بهمون همون بده که به نظر شخصی خودم طلا میتونه مناسب باشه و همین کار رو هم انجام دادم که قبلا ببین یه زمانی دلار رو عدد چند بودش رو عدد 28 هزار تا بودش 30 هزار تا بودش 32 تا بودش که اومدیم سیگنال خرید دادیم یه زمانی که همه فکر میکردن که قیمت کاهشی هستش اگر ویدیوها رو برید نگاه کنی دنبال کنید تمام ویدیوها وجود دارن از اونجا میتونید اطلاع پیدا کنید که آیا این حرفو زدی میانه که خیلی مهم هستش این هم از تحلیل امیدوارم که هزی میدیم لذت برده باشید ما به صورت کامل تحلیل خودمون رو انجام دادیم و تمام گفتنی ها رو من گفتم و فکر نمی کنم که چیزی جا گذاشته باشیم در کل همیشه گفتم سعی کنید که اگر حالا سرمایه گذاری هم انجام میدید چند تا از بازارها رو انتخاب کنید مثلا تنها روی بیت کوین سرمایه گذاری انجام ندید این اشتباهه روی مثلا خود طلا سکه سرمایه کنید سکه نه ولی طلا دلار کریپتو اینا میتونن هر ستای مثلا شنیدید میگن که تخم مرغ خودتون رو داخل یه سبد نذارید داخل چند تا سبد بذارید این حرف خب از آقای وارن بافت هم گذشته باشه از خیلی وقت ها پیش همیشه گفتن و همیشه هم درست بوده چون که یه بازار از بین بره اون یکی بازار بتونه تو رو ساپورتش کنه بتونی از اون برداری و بزنی به زخمات که خودش خیلی یه حرف توش هستش که اگر بخوایم راجع به صحبت کنیم یه ویدیو کامل هستش ولی در کل طلا رو من شخصا حالا بهش خیلی خوشبین هستم و میدونم که مثلا یه تارگت بذاریم تا آخر انتهای سال و بگیم که بهش میتونه برسه عدد 3 میلیون تومن سه و دیویستینا میتونه تارگت خوبی باشه که تا انتهای سال اگر قیمت دلار از اون ور سعودی باشه میتونه بهش برسه و اون عدد رو تاچش کنه که خیلی مهم هستش ولی در کل سعی کنی که ریسک کمتری رو داشته باشید و یه نکته مهم بگم که تا اینجا اومدید همیشه من توی بازار کریپتو اونور میگم اگر ویدیو رو دنبال میکنید اونجا گفتم میگم که همیشه داخل کیف پولهای خودتون تتر نگهداری کنید اینجا هم دارم میگم همیشه یک پولی رو داشته باشید که قیمت مثلا یک کالا قیمت الان مثلا تلا, تلا دو و دو میلیون و ۳۷ هزار تومن هستش بشه دو میلیون و دو هزار تومن یا دو میلیون تومن بشه یه مقدار پولی رو داشته باشه که دوباره بتونید اضافه کنید دوباره بتونید ازش یه خریدی رو انجام بدید که یه خدای نکرده مثلا ریزشی باشه قیمت برگرده دیگه نگید که چرا نخریدم چرا از ازش استفاده نکردم که این خیلی مهم هستش حسرت رو بعدا نخورید اگر بتونید از همین الان اصولی فکر کنید و اصولی سرمایه‌گذاری انجام بدید خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده مشاهده امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید لایک کردن ویدیو طبق معمول فراموش نشه نظرتون رو حتما زیر این ویدیو بندازید مثلا اگر میخواین یه بازاری رو تحلیل انجام بدید کامنت بذارید که تحلیل خودمون رو انجام بدیم داخل ویدیوها داخل یوتیوب و اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نداری سابسکرایب داشته باشید بزن روی دکمه سابسکرایب وارد کانال بشید و از ویدیوها استفاده کنید و مهمتر از همه ما اینستاگرام رو خودمون رو هم شروع کردیم و جلوی دوربین هم آمدید. اگر ویدیوهای اینستا رو دنبال نمی‌کنی بازم کنار تلگرام اونجا هستش میتونی بزنی روی لینک اینستا و تلگرام جوین بشید و از ویدیوها با خبر بشید و اگر خواستید از خود شخص خودم مثلا یه جایی مشکل داشته باشید و خواستید که در ارتباط باشید از طریق اینستا میتونید با خودم ارتباط باشید خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردی تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا همه دوستان از کانال فست تریدر.